حالا اینکه من میگم اسکل، خدای نکرده تصور نشه من حرف زشت بید. نه، اسکل اسمی پرنده است در جنگل های استوایی. چرا اسمش اسکله؟ چون اسکله. یعنی دانشمندا گفتن این اسکل باشه بهتر، خودشم قبول کرده هیچ مسئله نیست. شما چه اعتراضی داری؟ حالا این چیکار میکنه؟ این دونش میره تو جنگل قایم میکنه، بعد یادش میره کجا. همیشه هم گشنه از خاک بر سر. اخیراً مثل این که دانشمندان علم جانورشناسی پرندی رو پیدا کردن که از اسکل هم اسکل داره بتونه خود تحت عنوان شنگول شنگیل شده شنگل. ببین بچه های امروزی رو، یه الف بچه اصلا شنگل تری در جا. من تا 16 سالگی نمیدونستم دخترم یا پسرم. اینقدر بچه ها روش کردن، عجیب انقدر. بله دوستان، با چیپس و پفک و چوسفیل وارد شدن. نگاهشون نکنید، خیلی صحنه زیبا بود. بزرگوار دلوپی داره چوسفیل میخوره، این آروغ میزنه، بوی فیلش تا اینجا میاد. خوبه که چوسش هم اونجا میمونه. حالا تا اینجا از خودمون درآوردیم، مثلا چوسفیل در دنیا وجود نداره. بابا سال 1342 شرکت انگلیسی چسترفیلد برداشت این پاپ کورن، در دنیا به اینا میگن پاپ کورن، آورد ایران. ما ایرانیاشون تخصص داریم بزنیم له کنیم واژه ها رو. سختشون بود بگن چه سفیدی چه سفیدی تمام. والا کجا کی چوسفیلو دیده که وقتی فیلمی چوسه چه رنگیه و مزه‌اش چیه که این بیاد بره تو پاکت. شما با روغن ذرت مثلا شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتم. خانوادگی گرفته بود این بزرگی. حس خوبی به من دادی دوست عزیز. یک لحظه احساس کردم که اینجا سیرک و من یه خرس گریزلی هم میخوام براتون ملغ بزنم. یادتون یه زمان گانگم استایل مود شده بود؟ حالا ما خیلی وقتها اشاره کردیم به این موضوع که حتی زبان کره‌ای ها و ژاپنی ها تا حدودی آدم فکر میکنه زبان آدمیزاد. چینی ها که همش هه. پریشب هتل آزادی بودیم، یکی از برند های چینی که در ایران قوقا کرده نمایندگانش اونجا بودن. من باهاشون صحبت کردم و چند تا فوش آبدار نسانشو کردم. گفتم چی میخواین از جون ما؟ دست بر نمیدارید شما آخر. بازیافتشون ما این براشون چینی ها چیزی دور ریز ندارن، هر چی که دیگه میخوان بگن. خب ایران هست دیگه، میدیم بده آلا بگن دم نقل. گفتم اگه میگم چند تا حرف داره زبون چینی؟ گفت نمیدونم. از خودشون سوال کرد، خودشون هم نمیدونستن. اما هی زیاد داره توش. چینی ها وقتی که نامه ای چیزی مینویسن، دیدی که همه خط و اینجور چیزاست. با خط اگر نامه چیزی نوشتن اشتباه شد، حق نداره خط بزنه. یهودی دی فوش خارمادر حساب شده است. بچه هم بچه های قدیم. من یادمه ما بچه که بودیم، یه بزرگتری اگه به ما یه حرف زشتی میزد، فوش چیزی میداد، کف دستامون رو نشونش میدادیم، بودیم آینه هرچه بگی به خودت باشه. بچه های امروزی یه چی بهشون میگی، در جواب چیزهایی بهت میگن، معنیش باید بری از بابات بپرسی. بچه ها عوض شدن. از خودمون شیوه های جدید ابداع میکنیم. دوستی میگه به این داداش کوچیکم یاد داده بودم وقتی دستشویی داره نگه جیش دارم زشته، بگی من میخوام بخونم. رمز باشه بین من و اون. مدتی به همین منوال گذشت. شب این دایی ما از شهرستان شب مهمون ما بود، اتاق داداش کوچیکم هم خوابید. نصفه های شب میگفت داداش کوچیک دایی ما از خواب بیدار، دایی میخوام بخونم. دایی از همه جا بی خبر ما گفته بود دایی جان نصف شبی همه خوابن. حالا اشکالی نداره، آروم بیا در گوش خودم بخون. خلاصه میگه اون خونه به گوش بیشتر از 8 ماه دوام نداره. خدا رفتگان شما. این عروسیامون هم جالبه. میگفت تو این مراسم عروسی بعضن این دخترها انقدر به خودشون میرسن بربریتا، داماد نگاه میکنه میگه عجب غلطی کردم اونو نگرفتم. البته خب میگن تعریف مرد مجرد هم چیز دیگه است. مرد مجرد کیست؟ شخصیه که هنوز فرصت بدبخت کردن یک زن رو پیدا نکرده. خوشحال نشید علکی خانم. زمانی بود که دخترها به خواستگاراشون جواب رد میدادن، یه زمانی. حالا نگاه کن دخترهای قدیم اینقدر خواستگار داشتن، از ناچاری یه حلقه میکردن انگشتشون که میرن بیرون کسی دیگه گیر نده، بگه مثلا من نامزدم، عقدم، عروسم، خاک بر سرم، بلم کن، سمت من نیا. دخترای امروزی هیچ چی که دستشون نمیکنن، آستینا رو هم تا آرنج میدن بالا که نگاه چیزی نیست، میخوای بیا بیا.
کامنت اگر میذارید کامنت های باحال بذارید. من نمیفهمم این کامنت تو چیه بابا؟ میخوای توف بندازی تو پیج ما؟ آخه کجای دنیا بابا؟ همون اروپایی که میگم ما بودیم، دیدیم من با شکیرا دوستم، از طریق پیکه باهاش آشنا شدم. نگاه میکردیم پستایی که میذاشتن سلبریتی های خارجی، خارجی ها خوششون میومد، کامنت میومد زیر پست او مای گاد، خوشش نمیومد میگو او مای شیت. بعدشون میومد اصلا فحش و فضاحت میدادن، مینوشتن زیرش قشنگ فور دیر مادر. خوش خارجی هاست، اما دیگه اگه خوششون میومد همه کامنت ها مثبت بود. Very nice, very good. Like. Big like. هر چی کلوفتر بهتر. که تو خیلی رو فرم هستی و عالی هستی، ما تو رو قبول داریم. Big like. تو اتوبان خیلی ترافیک سنگین بود. خانمی جلوتر از ما رانندگی میکرد. من هر وقت خودم به شخص در خیابان‌های تهران رانندگی میکنم، وقتی خانمی جلوتر از من رانندگی میکنه ماتم میگیرم. برای اینکه دو خصوصیت عجیب در رانندگی خانم ها وجود داره: یک، راه نمیرن، دو، راه نمیدن. حالا تا هی چراغ بده هی بوق بزن، لاین سرعت رو گرفته ولم نمی کنه. وقتی بهش نزدیک میشی از بغل که نگاش میکنی میبینی صندلی رو چسبونده به فرمون، دو دستی این فرمون رو گرفته، فرمون در نره و تمام تلاشش اینه که سپر ماشین رو نگاه کنه. یکی نیست بگه خب خواهر من ماشین آیرودینامیکی دیگه شیشه سفر لعنتی رو بگش دستا داره. عزیزان من، بدانید آگاه باشید در دنیایی که ما زندگی میکنیم سه راه بیشتر برای پولدار شدن وجود نداره و هر سه راه به پدر مربوط. یک، این که شما باید پدرت پولدار باشه تا ثروت به شما منتقل میشه. دو، این که شما باید پدر مردم رو در بیاری تا 3000 میلیارد تومان بشه. بازت خوب باشه دنیا. و سه، این که شما باید پدر در بیاد تا پول دار باشی. بله، از نوع سوم مثل که زیاد هم اینجا. اما این کمی الان در ایران هم من شنیدم درمان های جدیدی بین مردم باب شده، گیاهخواری و خامخواری، و هیچ کس با گیاهخواری و خامخواری به جایی نرسید، فقط پاچه‌خواری. پاچه‌خواری جواب میده گیاهخواری. یکی از رفقا میگه 10 سال دنبال کار میگردم، اگر دنبال پارتی میگشتم تا حالا پیدا کرده بودم کارو. دنبال کار تنهایی میکنم، پارتی بگیم. خلاص بود در و دیوار اون بیمارستان جملاتی نقش بسته بودم. آقا ترجمه کن چی نوشته. گفت نوشته بود که اینجا نگران نباشید، ما با دانش پزشکیمون شما رو از درد و رنج رهایی میدیم. در ژاپن من شنیدم چیزی رو دیوار بیمارستانشون زده که ما با کمک خداوند و علم دانش پزشکیمون به یاری شما میشه. تابعی ما در همه جای دنیا، اما شما تو ایران بعضی از بیمارستان ها میری رو دیوارش نوشته شده توهین به پرسنل بیمارستان 80 ضرب شلاق و 6 ماه حبس. دیگه روحیه واسه اون آدم بوده اومده اونجا مریض. علم بهتر. همین میدونی مشکل از همینجا شروع شد که ما از کودکی درس اولمون با درس اول ژاپنی ها، فرانسوی ها و غیره و ذلک متفاوت. در ژاپن خارجی ها میگن ژاپن. یه لحظه خواستم با کلاس باشم، بذارید باشم دیگه. حالا در ژاپن اولین درسی که به بچه هاشون یاد میدن اینه که بنویسید من میتوانم. در فرانسه من باید بدانم. اون وقت ایران بابا آب داد، بابا نان داد. اینه که ما تا آخر عمر چشم به دست پدر میمونی. تو مدرک تحصیلی داستان زمین تا آسمون تفاوتشه. الان جوری شده تو این دور زمونه طرف بی سواده، میگن خاک تو سرش بی سواده، هیچ بخی نشود. فوق لیسانس میگیری بیکاری، میگن خاک تو سرش، فوق لیسانس هم هست هیچ بخی نشود. خب اولا چیکار کنم؟ شما اگه بخوای بگی کچلی چیز بعدیه، دکتر الهی قمشی از همین ما کچلتر. اما ازش سوال کردن
در خصوص همین کچلی؟ گفت سر یا جای عقل یا جای مو. یه چیزی گفت که بیخیالش باشن دیگه. آن یکی دید و شدی گفت که هی از کجا میای ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از جانوی تو. بنابراین در اشعار ما شاعر میگه که اومد لبه بوم قالیچه تکون داد، قالیچه خواهد نداشت خودشونشون داد. میگن که دکتر الهی قنشه یه جورای شاکی بوده از اینکه من صداشون رو شبیه سازی میکردم، اما دکتر خودش اینجاست. آقای دکتر شما ناراحت بودین از اینکه من صدا شما رو گهگاهی شبیه سازی کردم؟ راستش نه چه اشکالی داره؟ قربونت برم که اینقدر قلب مهربون شما رو ببوسم. قربون شما، قربونتون برم.